یک چیزی بود که در آسمون اتفاق افتاد. این گناه یعنی خودمحوری، گناه یعنی من میخوام مرکز باشم، من احتیاج به خدا ندارم، من پرستش رو میخوام. این معنی گناه میشه، ریشه گناه که در شیطان این به وجود آمد. و همینطور هم هفته گذاشتم که دیدیم که خدا میتونه شیطان رو نابود کنه، برای خداست، فقط چون خدا محبته و در محبت خدا عدالته و خدا باید برحال این امکان رو به فرشتگانم که باید میداد که فرشتگان خودشون بتونن تصمیم بگیرن کی رو میخوان پرستش کنن. چون اگر خدا میامد و اونجا شیطان رو نابود میکرد، اینجا ناعدالتی خودشون نشون میداد. و اینجا متوجه شدیم که یک سومی از فرشته ها رفتن سمت شیطان و او رو پرستش کردن و او رو خدمت میکنه تا امروز. پس اینجا میبینیم که محبت خداست که اجازه داد شیطان بمونه. فقط خدا هدف خودش رو داره برای بشریت. زمانی که خدا آدم و هوا رو خلق کرد، اینم هفته گذشته فکر میکنم یا دو هفته پیش بود در موردش صحبت کردیم، زمانی که خدا آدم و هوا رو خلق کرد، اون موقع، این زمانی که میگیم خدا ما رو شبیه خودش خلق کرد، یعنی خدا به ما این حق انتخاب رو داد که انسان خودش انتخاب کنه چی میخواد. اگر خدا این امکان رو به ما نمیداد، اول شبیه خدا خلق نشده بودیم و دومش اصلا اراده نداشتیم. متوجه هستین؟ ما باید تصمیم بگیریم چی میخواییم. به این خاطر خدا ما رو شبیه خودش خلق کرد. ما مثل حیوانات نیستیم. یا حیوانات تصمیم اینطوری نمیگیرن و وجدانم ندارن. بعد ما شبیه خدا خلق شدیم. به این خاطر خدا این امکان رو داد زمانی که خدا آدم و حوا رو بعد از این خلق کرد. اینجا میبینیم که کتاب مقدس میگه که در باغ عدن اونجا خدا دو تا درختایی گذاشت. اینا فکر میکنم هفته گذشته قسمتی صحبت کردیم، درسته؟ یا نه؟ صحبت نکردیم؟ گود. در پیدایش باب 2 آیه 9 اینجا میبینیم که خدا شماره 33، یه دونه بعد، پیدایش باب 2 آیه 9 کجاست؟ در ابتدا خدا آسمون و زمین رو آفرید و زمین تویی بود. نه این نیست، یه دونه چیز 33. نه برو جلو یه دونه هم. آها گود. سو دو تا درختایی بود. خدا در باغ عدن زمانی که آدم و حوا رو خلق کرده بود و تو درختای گذشته، یه درختی هست که این سمبولا من چیز کردم، اینجا یه عکسی گذاشتم، این درخت حیاته و اینم درخت معرفت نیک و بد. یا و خداوند خدا هر درخت خوشنما و خوش خوراک را از زمین رویانید و درخت حیات را در وسط باغ و درخت معرفت نیک و بد اونجا گذاشت. این دوتا درخت ها سمبول های دوتا حیات هستن. و درخت حیات چیه؟ چی میتونه باشه؟ درخت حیات؟ همون حیات. حیات یعنی خود خدای روح خداست. حیات میبخشه. و اونجا معرفت نیک و بد، چیزایی که هست که تو میتونی تصمیم میگیری چی خوبه چی بده. دو تا چیزهای مختلف، درخت های مختلف هستن. و پشت هر درخت همون خدایی هست که اونجا ما رو خلق کرده و امکان رو داده که انسان تصمیم بگیره. پشت این درخت حیات خود خدا بود. حیات میبخشه. دو تا درخت هایی یعنی میوه، این سمبولیه. یعنی اینطوری منظوری نیست که الان یک میوه‌ای هست که اونجا توش حیات، سمبولی نشانه اینه که الان آدم و حوا اونجا قرار گرفتن و خدا اونجا الان خواهیم دید که میگه که الان دو تا درختایی هستن و از این درخت معرفت نیک و بد اگه بخوری خواهی مرد. یه دونش برو جلو.
من اونجا پس فراموش کردم بنویسم. اینجا به حال اینجا خداوند گفته که در باب 2:9 و همینطور هم 16 و 17، و میگه که از هر درختی که در باغ عدن هست میتونی بخوری، فقط از این درخت معرفت نیک و بد اگر تو بخوری خواهی مرد. این آیه رو اونجا ننوشتم، فقط اینجا پس آنجا نبید روز. و خداوند خدای آدم رو امر فرمود، گفت از همه درختان باغ چیه؟ بی مونعت بخور، اما از درخت معرفت نیک و بد زنها نخوری، زیرا روزی که از آن خوردی هر آینه خواهی مرد. پس یک گوشزدی خداوند به آدم میکنه، اگر تو بخوری خواهی مرد. و بعد از این مرگ هم مهمه که ما بدونیم که مرگ منظوری نیست که فقط جسمانی بمیریم. مرگ روحانی، یعنی جدایی از خدا، وحشتناکترین چیزی هست. خواهی مرد یعنی رابطه‌ای که بین ما هست تو خواهی شکوند و جدا میشی از خدا، از تمام نعمت‌های خدا، حیاتی که در خداست، محبت خدا، یعنی کلن از نقشه من بیرون میایی. خداوند گفت آدم رو به صورت ما موافق شبیه ما خلق کنیم که سلطنت کنن، درسته؟ اینو چیز کردیم، هدف خدا خانواده بود. و اگر تو از این درخت معرفت نیک و بد بخوری از نقشه من بیرون میای، اصلا کلا یه چیز دیگه خواهی شد، شبیه من نخواهی شد. اینجا پس متوجه میشیم اونجا هنوز انسان اونجا هیچ کاری هم نکرده، فقط خدا میبینه که اونجا میبینه که یه جنگی هست در این باغ عدن بین دو تا قدرت ها. هدف شیطان به هر حال اینه که انسان رو از نقشه خدا بیرون بیاره، چون شیطان متنفر انسانه، متنفر ماست. چرا؟ چون شبیه خدا هست، نه بخواد اینکه خوبیم یا همه چی عالی میکنیم. چون به شباهت خدا ما خلق شدیم، به این خاطر شیطان متنفر انسانه و همه کارا رو میخواد انجام بده که ما رو نابود کنه. منظور اینه که کار خدا رو، نقشه خدا رو نابود کنه. اون دشمن خداست. چرا؟ خودش میخواست مرکز باشه. هر چقدر مخلوقه، خودش میخواد جای خدا رو بگیره. به این خاطر خواهش میکنم هر دفعه در مورد گناه صحبت میکنیم، یعنی گناهکار، یعنی کسی که گناهکاره، اینجا میبینیم که برمیگردیم این ریشه اصلی که در آسمون اتفاق افتاد، اونجا شیطانه که جای خدا رو میخواست بگیره، یعنی فلحقیق خودش میخواست خدا باشه. خدا یعنی یه کسی هست که سلطنت میکنه، خودش نمیتونست خالق باشه، مخلوقه و جای خدا رو میخواد بگیره که همه چی دورش بچرخه و خودش سلطنت کنه. این معنی گناهه. زمانی که ما در مورد گناه کار صحبت میکنیم، هفته گذاشتم فکر میکنم اینم گفتم، منظوری نیست که من الان گناه میکنم این خود گناه کار هستم، بلکه معمولا ما باید اینطوری نگاه کنیم، من از ریشه گناه که خودمحوری به دنیا آمدم، که الان امروز هم در موردش هم صحبت خواهیم کرد. پس هدف شیطان نابود کردن انسانه، خودش میخواد همه چی رو روی همه چی تسلط داشته باشه. کلام خدا در مورد شیطان اینطوری صحبت میکنه، در یوحنا باب 10:10 اینجا میگه که، اونجا ننوشتم، میگه که دوز میاد نابود کنه، از بین ببره، هلاک کنه، در مورد شیطان صحبت میکنه. و بعد میگه که من آمدم که شما را حیات یابین و اینا زیادتر حاصل کنین. پس اینجا میبینیم دو تا چیزهای مختلف هستن. میگه دوز نمیاد جز از این که نابود کنه، یعنی شیطان نمیاد جز از این که ما رو خراب کنه، کار خدا، نقشه خدا رو نابود کنه. من آمدم، این عکسی که من آمدم که ایشان حیات یابن و اینا زیادتر حاصل کنن، لبریز بشن. اوکی؟ عیسی مسیح نیومده که
نگفته که من آمدم که یک دین مذهب جدید برای شما بگذارونم. متوجه هستین؟ من نآمدم یک دینی بسازم. من آمدم که شما حیات یابید، زیادتر حاصل کنید. دیروزم با یه جشن، توی جشنی بودم و یه دوستی هم بود که تقریبا 15 سال هم میشناسم او رو. من میتونم در مورد این صحبت کردیم و چند بارم باشم بشارت هم دادم. خودش هم برای گفته که من اصلا واقعا این دین ها رو، مذهب ها رو من اصلا واقعا رد میکنم. من واقعا همینطور انسان دوستی، خوب باشیم، همه چی اوکی. گفتم باشه اوکی، فقط برحال مسیحیت الان اینطوری، نمیخوام بگم که یک مذهبی الان از اسلام که مذهبی هست، دینی هست، ور میداری و الان دین تو عوض میکنی. تو دین عوض نمیکنی. متوجه هستیم؟ مخصوصا هم که مسلمان ها دیگه واقعا خسته شدن از این دین اسلام، یا حقیقت رو دیدن و همینطور هم شکست خوردن، هی دعا میکنن، خدا هیچ دعایی نمیشنوه، از سختی ها تا سختی ها میفتن و الان به هر حال اینطور میگن الان ما این دین رو برمیداریم میخوایم بریم یه دین دیگه. عزیزان، به این خاطر میخوام به هر حال خبر خوش رو به شما بگم، عیسی مسیح نیومده ما رو یک دین دیگه، یک مذهبی دیگه به ما ببخشه که وارد یک مذهب بشیم، چی باید بکنیم، چی نباید بکنیم. بلکه اون آمده گفته که من آمدم ایشان حیات یابن، چیزی که ما احتیاج داریم. درسته؟ شما اینجا نشستین که واقعا شادی در زندگی شما قرار بگیره. درسته؟ آرامش داشته باشین. بارهایی که روی دوشتونه خلاصی پیدا کنین. صبح بیدار میشین، نه الان شروع کنی بگین چی باید بکنم، چی اجازه دارم، چی اجازه ندارم، چه چیزایی باید کارایی بکنم که رضامندی خدا رو به دست بیارم که آخر خدا ببینی آفرین. بلکه بیدار میشین میبینی که یه کسی هست اونجا عاشقانه تو رو دوست داره، منتظره با تو ملاقات داشته باشه. روز عالیه. کلام خدا میگه که این از روزی خدا، خود در مزامیر نوشته، این از روزی که خداوند ساخته، این از روزی، امروز، هر روز، این از روزی که خداوند ساخته شادی کنی و وجد نمایی. و این شادی ما برحال اینطوری نیست که با زوری شادی کنم، الان باید زور شادی کنم. نه، من شادی میکنم چون میدونم در آسمون یک کسی هست که عاشقانه منو دوست داره و میدونم که این خدایی که اونجا هست با محبت منو خلق کرده، چون من میدونم که من شبیه خدا خلق شده بودم، خلق شدم، یا و اون خدایی هست که میخواد با من ملاقات داشته باشه. موهای تنم سیخ میشه. هاللویا. به این خاطر میگم که امروز روز عالیه. الان منم فکر نکنید مشکل ندارم، مشکلای زیادی دارم، فقط به این مشکلا نگاه نمی کنم، بلکه اون نگاه میکنه به او که به وسیله او میتونم تمام مشکلا رو حل کنم. با این دید باید نگاه کنیم. به این خاطر عیسی مسیح میگه که دزد نمیاد، شیطان نمیاد که رو نابود کنه. هر برکتی که خداوند به تو میده، کار شیطان اینه بیاد رو دوباره همه چی رو از بین ببره، بلای روی سرت بیاره که آخر بگی که خدا کجا هستی. بعد به هر حال خداست که برای تو میجنگه. کتاب مقدس میبینید که تو مزامیر چقدر زیبا چیزایی نوشته که در مورد که من برای تو میجنگم، از آتش عبور کنی من تو رو حفاظت میکنم، از میان یا از میان آتش من تو رو نگه میدارم، از دریا غرق نخواهی شد، من هستم، این من خدای تو هستم، من خدای نجات دهنده تو هستم. یا اینطوری خدا دائما در حال این حرکتی که خودش رو به تو نشون بده در همه موقعیت ها. به این خاطر مسیحیت، همینطور که عیسی گفت من آمدم حیات به شما بده، مسیحیت یعنی واقعا راه رفتن با خدا، زندگی کردن با خدا، زیست کردن با خدا. آمین. خبر خوشه؟ خوشحال هستین؟ گفته بودم زمانی که کلام رو میشنوین، امید به در قلب شما به وجود میاد و اونجا دیگه این کول پشتی عوض نشده، فقط تو عوض شدی. و مخصوصا اون روح خداست که میاد اونجا ما رو از تمام دردها و زخمایی که ما گذروندیم شفا میده. فقط ما باید نگاه کنیم که همون عیسی مسیح که 2000 سال پیش زندگی میکرد،
انجیل رو که میخونی میبینی هر جایی که میرفت حیات میبخشی، شفا، آزادی. افرادی میامدن، زنی که زنا کرده بخواستن سنگسارش کنن، یا بعد میگه که برای چطور، میگه که ای زن، یعنی به اون فریسی ها، به اون افرادی که آمدن گفتن که میخوان سنگسار کنن، گفته باشه اوکی میتونی سنگسارش کنه، هر کسی بی گناه این کار انجام بده. و همه میخواستن سنگسارش کنن، یهو خدای مکاشفه رو داد، گفته ببین به خودت نگاه کن، پس اول باید خودت رو سنگسار کنی. میخواد سنگا رو گذاشتن. بعد از این اون زن زناکار که جریمش واقعا سنگساری بود چیز کرد، گفته آیا کسی تو رو محکوم کرده؟ گفته نه. گفته منم تو رو محکوم نمیکنم، برو هیچ گناه نکن. و همون عیسی مسیح الان هم هست، عوض نشده، فقط الان عیسی مسیح رفته در دست راست پدر نشسته، برای روح خداست این کار رو اینجا در این دنیا انجام میده، تسلی میده، حیات میبخشه، بنا میکنه، امید میبخشه، حیاته. این خود مسیحیت یعنی راه رفتن، زیست کردن، نفس کشیدن با عیسی به وسیله روح القدس. و همینطورم فکرم نکنین که خدا الان جهنم رو خلق کرده برای انسان. جهنمی وجود داره. جهنم یعنی جایی هست که جدایی کامل از خدا، از نور، از محبت، آرامش و هر چیزی که ما برای زیست کردن احتیاج داریم اونجا دیگه کاملا قطع میشه. الان در این دنیا هنوز هستیم، یا رحمت هایی هست اینجا هستن، فیض هست که ما در اون زندگی میکنیم، محبتی هست که بین ما وجود داره، هرچقدر بین محبت های انسانی برحال هست، یا همدیگه رو کمک میکنیم. فقط باید اینطوری نگاه کنیم، زمانی که خودمحوری به کمال رسیده، یعنی تو دیگه واقعا مرکز زندگی تو کاملا هستی، اینجاست که جهنمه. و تمام الان فقط تصور کنید در یک دنیای ما زندگی میکنیم که الان خیلی خودخواهی ها، یعنی تقریبا 7 میلیارد نفر هستن اینجا، تقریبا 7 میلیارد هم همینطور، شاید کمتر نمیدونم، خودخواه هستن. الان برای یه رحمتی وجود داره، الان یک نگاه کنیم، مثل اینکه الان یک دنیای هستین که هیچ محبتی در انسان وجود نداره، هیچ رحمتی در انسان وجود نداره، هیچ آرامشی در انسان وجود نداره. میتونید تصور کنی؟ الان در حال حاضر رحمت هست، ما درد و رنج میکشیم، همدیگه رو برحال آسیب میدیم، درسته؟ الان نگاه کنید، جهنم یه جایی هست که شرارت به کاملیت رسیده. همینطور برعکس، ملکوت خدا که میگه که محبت به کمال رسیده، یعنی اون هدفی که خداوند برای ما داشته اون به کمال رسیده، آرامش ما به کمال رسیده، سلامتی ما به کمال رسیده، محبت ما به کمال رسیده. یا در آسمون، در ملکوت خدا، زمانی که یک روز امیدوار هستم ایمان بیاریم به عیسی مسیح، اینجا دیگه هیچ خودخواهی وجود نداره، چون شخصیت، ماهیت عیسی مسیح، ماهیت خدا، تو ماهیت خدا هیچ خودخواهی وجود نداره، هیچ خلایی وجود نداره. گوش میکنین، خدای ما، خدا رو شکر، خودخواه نیست، بلکه فقط در حال بخششه، در حال دادنه. این خدای ماست. آمین. اینجا در متی باب 25 آیه 41 نوشته که در مورد همون دو تا چیزایی نوشته، افرادی هستن، یعنی انسانی هستن که اصلا خودخواه زندگی خودشون میکنن، افرادی هستن که واقعا با خدا
با شخصیت خدا، رفتار خدا هدایت میشن و اونجا کارهای نیک رو انجام میدن. اینجا در موردش صحبت میکنه: ای معمولان از من دور شوید، در آتش جاودانی که برای ابلیس و فرشتگان او مهیا شده است. پس جهنم برای کی خلق شده؟ برای ابلیس، یعنی برای شیطان و فرشتگان. اینجا در مورد صحبت میکنه و تعداد افرادی هستن، یعنی انسان هستن که علیه خدا، یعنی به عیسی مسیح ایمان نمیارن، با خودخواهی زندگی میکنن یا و محبت خدا رو رد میکنن. و اینجا میگه که از من دور شوین، چون محبت من، این فیضی که من برای شما داشتم به وسیله صلیب که این به شما نشون دادم، محبت خودم رو رد کردین. یعنی گفتین من تو رو نمیخوام خدا، من میخوام خدای خودم باشم، من میخوام مرکز باشم. میگه که دور شوین از من در جهنم که برای شیطان و فرشته های شیطان این جهنم رو خلق کردم. پس جهنم خدا ما رو برای ما خلق نکرده، فقط انسانه به خاطر اینکه خودش این حق انتخاب رو داره، خودش انتخاب میکنه آیندهش کجا میخواد بگذاره. این دو تا درخت ها، به این خاطر ما سعی میکنیم و کلیساها این مأموریت گرفتن کلام انجیل رو، خبر خوش رو به همه برسونیم، که همه بدونین که با چه عشقی خدا ما رو دوست داره، برای چی هدفی خدا ما رو خلق کرده، که آخر خودمون تصمیم بگیریم. به این خاطر مسیحیت هم یه چیزی نیست که به شما با زور منتقل کنم، یه چیزی است که خودتون تصمیم میگیریم. و این تصمیم گرفتن هم ربطی داره که چقدر کوشش میکنی، چقدر دنبالش میدی، چقدر واقعا می دعا میکنی، بعد کلام میخونی، بعد دعا فریاد میزنی، یا برحال این اشتیاق رو واقعا نشون میدی. حقجو یک کسی هست که یک چیزی گرانبهایی از دست داده و الان در حال کوشش اینو پیدا کنه. یک بار بود که تقریبا چند سال پیش بود، اونجا این موبایل هایی که الان درست شده بودن در 10-15 سال پیش بود، یا و یک موبایل جدیدی هم گرفته بودم. الان مثل موبایل ها نبود اینطوری که باز میکنی و هنوز نگاه میکنه خیلی خنده داره، فقط واقعا تمام شماره ها رو، شماره های اعضای کلیسا اونجا نوشته بودم و همه چی بود. یعنی واقعا دوستش داشتم این موبایل. و یک بار بود تو کلیسا بود، حتی و جلسه زیادی بود و اونجا نمیدونم یه جایی گذاشته بودم. بعد از این باید زود میرفتم توی کلیسا دیگه اونجا خدمت بکنم. رفتم اونجا یهو دیدم که موبایل من نیست، گفتم حتما فراموش کردم توی کلیسا. بعد از این رفتم خدمت انجام دادم، بلافاصله زود آمدم توی کلیسا که بتونم پیدا کنم. رفتم دیدم نیست، همه چیز زنگ می‌زدم، پیدا کردی؟ کسی هست؟ و پیداش نکردم. شما نمی‌دونید توی کلیسا جایی نبود که من نرم و باز کنم. رفتم یخچال رو باز کردم، گفتم شاید یه کسی گذاشته توی یخچال. یعنی واقعا احمقانه است یه چیزی. فقط چون یه چیزی گرانبهایی از دست دادی دنبالش این است. گفتم که تمام این شماره های تلفن اعضای کلیسا دونش بود، اصلا همه چی رو از دست دادم. و جالبش اینه اونجا خدا صحبت کرد، گفته که این تمام شماره هایی که داری، این تمام اسمایی هست که الان از دست دادی، درد میکشی، الان شاید 100 نفر 120 نفر بودن، میگه که 7 میلیارد اسمایی هست که دو دفتر من نوشتی که گم شده هستن. از این طریق خدا صحبت کرد، گفته که الان درد میکشه برای 100 تا شماره تلفن. من درد میکشم از این دنیا که چطور شیطان فریب میده، افراد گمراه میشن و حقیقت رو نمیشناسن. بعد منظور من الان در این داستانی که تعریف کردم اینه که یه چیزی که گرانبهایی که از دست میدی بی تفاوت نمیمونی، نه؟
یه جای نگاه نه نیست برم. زمانی که این حلقه ازدواجمون من شبا در میارم چون دوست دارم همینطور راحت اینطوری بخوابم، فقط زمانی که میخوام یه جایی بذارم واقعا یه جایی میذارم که امن باشه، یه چیزی دست نخوره بیفته زمین، یا مخصوصا که دستشویی اونجا هستم میخوام خودم رو بشونم مبادا مثلا بره، چون چه مواظب هستم از دست ندم چون گرانبهاست، نه فقط از طریق ارزش، یا چون یه عهدی هست که بسته شده، همون انگشتنم در دست نسینه، به این خاطر میگم که چیز نگه دارم، امین نگه دارم، مواظب باشم. از چرا این رو میگم؟ یعنی نه دنبال چیز بودن، حق. کسانی که حق جو، یعنی کسانی که واقعا دنبال حقیقت هستن، یعنی واقعا جستجو باید بکنیم، بطلبیم. و اینجاست که خدا همینطور هم کمک میکنه، یا بیشتر میتونم بگم که خداست که ما رو به یه جایی میبره که واقعا کنجکاو بشیم و بعد از این سعی میکنه، مثل مثلا اینطوری توضیح میخوام توضیح بدم که تو متوجه بشی، مثل اینکه الان اسم تو چی بود؟ زهرا. مثل اینکه خدا الان شما عینک هم داری میگیم نوشین، نوشین عینک نداره، یا مثل اینکه خدا میخواد نوشین به تو یک عینک بده، فقط خودت نمیدونی، خودت نمیدونی که تو عینک به عینک احتیاج داری. خدا همه چی رو سعی میکنه تو رو به یه جایی برسونه که آخر بگی که بعد آقا باش میتونی به من عینک بدی، بعد از این میتونم به شما بدم. خدا هیچ موقع نمیاد زور کنه بذاره توی چشمامون، بلکه خدا سعی میکنه، نه سعی میکنه بلکه منتظره که خودت بخوای. محبت و توی ماهیت محبت هیچ خودخواهی نیست، هیچ زورگویی هم نیست. اگه میخواییم با اون خدای حقیقت آشنا بشین که محبته، باید شخصیتش رو نگاه کنین. اگه یه خدایی هست که زورگویه، پس مطمئن باشین خدا نیست. یه خدایی که با زور میخواد یه چیز رو منتقل کنه خدا نیست، شیطانه. شیطانه که دروغگو و پدر دروغگو هاست، زورگو و الان هم خواهیم دید فریب کننده. چی؟ اینجا میگه یا یوحنا باب 8 آیه 44 یا همین میخواست بگی، باشه درست نفهمیدم این خاطر. برحال اینجا میگه که او ابلیس یعنی خود شیطان از اول قاتل بود، یعنی از اول زمانی که توی آسمون بود اونجا علیه خدا شورش کرد، یا اونجا گناه به وجود آمد، گناه در آدم به وجود نآمد، در آدم منتقل شد و در آسمون به وجود آمد. ابلیس از اول قاتل بود و در راستی ثابت نمی باشد، از آن جهت که در او راستی نیست، هرگاه به دروغ سخن می گوید از ذات خودش دروغ می گوید، زیرا دروغگو و پدر دروغگوهان است. اسمای شیطان دروغگو، دزد، فریبکار، گمراه کننده، مکار، متهم کننده، این شیطانه. و دوباره میگم که هدفش اینه که خلقت خدا، نقشه خدا رو نابود کنه. و زمانی که توی کتاب انجیل مرقس باب 7 آیه 21 تا 22 اینجا در مورد انسان صحبت میکنه، در قلب انسان صحبت میکنه،
الان توضیح خواهم داد این گناه چطور به وجود آمده. اینجا میگه که نه 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 بعد از چیز بود فکر میکنم، یا نه نه اصلا کلا فکر میکنم ننوشتم زیرا که از درون دل، اینجا هم ننوشتم، اینجا چیز نکردم. اینجا میگه که زیرا که از درون دل انسان صادر میشود خیالات بد و زنا و فسق و قتل و دزدی و طمع و خباثت و مکر و شهوت پرستی و چشم بد و کفر و غرور و جهالت. اینجا ننوشته شده، یعنی میگه که اینجا در مورد صحبت میکنه، قبل از این گفتیم شیطان دروغو و پدر دروغو است، الان در اینجا در مرقس باب 7 اینجا در مورد قلب انسان صحبت میکنه. یا قلب انسان که نه زمانی که آفریده شده، بلکه قلب انسان زمانی که فریب خورده و این ذات شیطان در انسان قرار گرفته. به این خاطر میگه که اینجا در مرقس میتونی خودتون بخونی باب 7 و 21 22 زیرا که از جهت، نه اینجا نیست، بعد از این، زیرا که از درون دل انسان صادر میشود. به خودمون نگاه میکنیم یا رفتار ما، کردار ما، حسادت، بدبینی، بدگویی، تمامی چیز از کجا میاد؟ از ذات، از یا از قلب انسان. یا که الان خواهیم دید که چطور شد که انسان از نقشه خدا اصلا کلا بیرون آمد. خواهش میکنم این حقچیان رو که گوش میکنی، من واقعا دوست دارم که همون جلسه اولم هم به شما گفتم، من میخوام شما رو برای یک سفر هدایت کنم. یک سفری است، تعلیمی نیست که مثلا میگم یه تعلیمی هست و الان اینجا تعلیم چی شد توضیح دادم، بعد از میدیم یه تعلیم تعمیلی میدیم، درست تعلیم هایی هستن، فقط معمولا یک سفری هست که با هم میریم، سفری که خدا ما رو از ابتدا چه اعلامی کرد، چرا خواست، به چه دلیلی من به دنیا آمدم و الان چطور خدا داستان خودش رو می‌نویسه. و در این داستان یهو می‌بینیم که یه اتفاق می‌افته، شیطان میاد و انسان رو فریب میده و چطور انسان از نقشه خدا جدا میشه. پس بشریت یک نقشه‌ای دارن. ما در این دنیا که هستیم یک نقشه بود، یه فکری بود که خدا داشت و می‌خواست به یه جایی ما رو به هدایت کنه. یا یک سفری بود، تقریبا مثل این که ما الان میخوایم بریم ایران، با ماشین میخوایم بریم ایران، هدف ما اینه بریم ایران، با ماشین میریم و یهو مثلا توی ترکیه اتفاق یه تصادفی میاد، نمیدونم ماشین خراب میشه و نمیدونم دزدا میان همه چی رو میدزدن، درسته؟ الان اینجا نمیگی که وای اینطوری چی شده، پس ما اینجا میبینیم یه خونه میسازیم، یک نمیدونم جایگاهی میسازیم، اونجا زندگی میکنیم. آیا اینطوری میکنی؟ چی میکنی؟ میرین زحمت میکشین، یه ماشینی میخرین که برگردین به، یا برین به تهران، ایران. به این خاطر بشریت یک داستانی هست، یه جایی شروع میشه، یه جایی قرار گرفته، یه شکستی بخوره و دوباره خدا میخواد ادامه بده. یا فقط معمولا ما اینطوری هستیم که چون سفر رو نمیبینیم، چون نقشه خدا رو نمیدونیم، به این خاطر الان جایی قرار گرفتیم، مثل اینکه الان آمدیم توی ترکیه، اونجا تصادف کردیم، اونجا الان میخوایم خونه درست کنیم و اونجا میگیم که الان ما میخوایم اونجا زندگی کنیم، الان میخوام در ترکیه زندگی موفقی داشته باشم و میخوام اونجا لذت ببرم از همه چی، نمیدونم زن و بچه و خانواده. پس چه کردیم؟ نقشه‌ای که از اول داشتی قطع شده به خاطر یه تصادف. آمین. و این داستان خداست با انسان. حواست هنوز هست؟ ادامه بدیم؟ یا باشه این قسمت رو بخونیم، که این قسمت الان باعث میشه و وارد میشیم توی بخشی که چطور انسان سقوط کرد. در
پیدایش باب 2 آیه 16 و 17 اینجا میگه و خداوند خدا آدم رو امر فرمود گفت از همه درختان باغ میمانعت بخورید اما از درخت معرفت نیکو بعد زنهار نخورید زیرا روزی که از آن خوردی هر آینی خواهی مرد. زو این دوتا درخت ها رو هنوز جلوی چشمته، نه درخت معرفت نیکو بعد و درخت حیات. اوکی؟ یادتون هست؟ این دوتا درخت ها. زو الان خدا میاد به آدم و میگه که ببین همه چی مال توست، تمام درخت هایی که الان هست مال توست، از همه درخت ها میتونی بخوری، همه چی رو خلق کردم برای تو و فقط از این درخت نخور. زمانی که خدا اینا همه چی رو صحبت کرد گفت محبت کنار کشید و الان نوبت شیطان، الان شیطان از این درخت معرفت و نیکو بد میاد با آدم صحبت میکنه و یا مرسی و چه صحبتی میکنه؟ این آیه رو میتونی بیاری؟ دروغ شیطان. الان اینجا میگه که آیا واقعا خدا گفته هست که از همه درختان باغ نخورید؟ آیا خدا اینو گفته بود؟ خدا گفته از همه درختان میتونی بخورید. شیطان دروغو و پدر دروغو هست، میگه که آیا واقعا اینو گفته؟ واقعا اینو گفته؟ چه چیزی به وجود میاد؟ آیا واقعا؟ خدا درست گفته درست نگفته؟ یعنی شک به وجود میاد، درسته؟ بعد از این هم دروغ هم میگه که از همه درختان باغ نخورید، اینجا بالا نوشته از همه درختان بخورید. حالا میگه که آیا واقعا خدا گفته از همه درختان نخورید؟ هر آینه نخورید، هر آینی هر آینه نخواهید مرد. دوباره دروغ دوم. بلکه خدا میداند در روزی که از آن بخورید چشمای شما باز شود و مانند خدا عارف نیکو بد خواهید بود. پس اینجا فلقی اینطوری میخواد بگه که می‌بینی خدا دروغ میگه. زمانی که خدا میگه که خواهی مرد میگه که نخواهی مرد، پس میگه که خدا دروغ میگه. خدا خیلی خوب میدونه اگه شما از این درخت بخوری مثل خدا میشین و میتونین اونجا تصمیم بگیرین چی خوبه چی بده، خودت مستقل میشین. فی‌الحقیقه شما احتیاج به خدا ندارین. این قلبی که برای خدا خلق شده که خدا اونجا ساکن باشه، از این درخت معرفت نیکوبت از درخت حیات میخوردن، روح خدا رو میخوردن و این روح خدا با انسان یک میشد و اون موقع انسان شبیه خدا میشد. یادتون هست اونجا خداوند زمانی که آدم رو خلق کرد، خدا خلقش کرد و همینطور هم روح حیات رو دمید، روح خودش رو ندمید، روح حیات رو دمید و گفته که الان یک نفس زنده خواهی شد، یعنی انسان شباهت خدا خلق شد. بعد اینجا زمانی که از این درخت حیات میخورد دیگه اونجا روح خدا رو دریافت میکرد، چون روح خداست که با خدا میتونه یک بشه و انسان به کاملیت برسه. متوجه هستین؟ روح انسان اون موقع فقط روح انسان بود، حیات رو برمی داشت، روح خدا می آمد با روح انسان یک می شد، انسان کامل می شد و اونجا رشد می کرد و اون موقع خدا می تونست خانواده خودش داشته باشه که شبیه خودشه. و اینجا زمانی که میگه که نخواهید مرد، بلکه خیلی خدا خیلی خوب می دونه که از بخورید مثل خدا می شید، خود تصمیم میگیری چی خوبه چی بده. پلقی میتونم بگم که این ماهیت ذات شیطان که خود محور بود، یعنی خودش میخواست مرکز باشه و خدا رو رد کرده بود، خودش میخواست، پلقی این ریشه رو یا این بذر رو در انسان میخواست بگذاره که
شیطان رو شبیه خودش بکنه. متوجه هستین؟ انسان شبیه شیطان میخواست انسان رو شبیه کنه. یا چی گفتم؟ اشتباه گفتم؟ گفتی شیطان رو میخواست شبیه خودش کنه. انسان رو خیلی خوب. مرسی. پس انسان رو میخواست شبیه خودش بکنه. خدا میخواست انسان رو شبیه خودش بکنه، از این حیات بخور. شیطان گفته که نه، احتیاج نیست بخوری، اون دروغ میگه، اصلا تو رو تو دوست هم نداره. اگه دوست داشته چرا اجازه نداده از این درخت بخوری؟ پس یه چیزی پشتش هست. یا از من بخور دیگه، احتیاج به خدا نداری، خودت خدا باش، خودت مرکز زندگیت باش. و اینجا گفتم که نقیه مرد تو خود خدای میشوی، خود تصمیم میگیری که چه چیزی دوست یا نادرست هست. تو محور و چی؟ مرکز باش. یا این چیزایی که الان برحال اینجا با زبان خودم اشاره کردم، این این صدای شیطان بود. و می‌بینیم چطور با این دروغ که قبل از اینم که گفتیم که شیطان دروغگو و پدر دروغگو هست، یا دائما در حال دروغ گفتنه، همینطور که به فکرهایمون که نگاه میکنیم، حتما هم این فکرهایی به وجود آمده مثلا در شما که من به درد نمیخورم، چرا من به دنیا آمدم، کاش که من بمیرم، درسته؟ چرا خدا من رو اینطور خلق کرده، خاک بر سرم، خاک بر سرم یعنی کاش که بمیرم، خاک بر سرم یعنی دفن بشم. تمام چیزهای منفی که الان توی فکرتون اینطور میچرخه از کجاست؟ از کجاست؟ خداست؟ همین دروغ های شیطانه که میاد میره یه لگنی میزنه، یک چوبی هم روی سر من میذاره، میکوبه، آخرش هم تقصیر رو میندازه روی خدا، میگه که ببین اگه خدا باشه چرا این اتفاق افتاده؟ متوجه هستی؟ بعد از این شروع میکنی به لعنت کردن و و این دروغ ها، بعد از این هم حالت هم خوب نیست، همه چی به هم ریخته و به خودت نگاه میکنی، خودتو محکوم میکنی، که شیطان اسمش چیه؟ محکوم کننده. هر موقع خودتو محکوم میکنی از دروغ شیطانه که خودتو محکوم میکنی. هر چقدر شروع میکنی کفر گفتن به خودت، هم حتی الان به دیگران الان میگذارم کنار، به خودت کفر میگی، یا این کار شیطانه، شیطانه که میگه که به مل لعنت بر تو، خودتو ملعون کن، تو به درد نخوردنی هستی. الان خدا تو رو شبیه خودش خلق کرده که جلال و شکوه محبتش و تمام هستی خودش رو به تو ببخشه، وارث تمام هستیش کنه، و شیطان میگه که تو ملعون باد بر تو. و تو هم باور، چون باور حقیقت رو نمیشناسی، درسته؟ این هم تکرار میکنی، این کارو کردی نه؟ 10,000 بار روی من کردم، دوبارم به خودکشی رسیدم. خودتو بکش، خودتو بکش، به درد نمیخوری، این دنیا دروغه. یا دوبار به هر حال خدا منو نجات داد، اگر خدا بخواد یک روزی هم شهادت میدم چطور به هر حال از این خودکشی. چی؟ خودتو دوست داشته باشی، خودت ایمان میشه. خود خودت نه این زمانی که خودتو دوست داری، میگم که از کدوم ریشه میاد، میتونه باشه اونقدر مغرور هستی که میگه مومنه. فقط اگه چیز سالمی باشه، مثلا میگه من راضی هستم، خودت چقدر عالی من رو خلق کردی، من واقعا تشکر میکنم، یعنی جلال رو ویزو به خدا من میدی، یا اون موقع به هر حال چیزی
نیست. خود هدف خدا الان بزرگترین حکم رو که نگاه میکنی اینجا میگه که بزرگترین حکم کسی میدونه؟ میگه خدای خودت رو با تمام دل، با تمام نفست، با تمام قدرتت، با تمام نیرویت دوست داشته باش و همینطور همسایه خودت همچنان خودت. همه چی روی محبت خلق شده، ساخته شده، چون خدا محبته. میگه پس هم خدا رو با تمام دل و جان دوست داشته باش، هر چیزی که هست او رو دوست داشته باش، همسایه تو رو دوست داشته باش، همینطور که خودت رو دوست داری. یعنی اگه من به یه جایی نرسم که خودم رو قبول کنم دوست داشته باشم، چطور میتونم شما رو دوست داشته باشم؟ فقط اینم، این دوست داشتن خودم به وسیله این میاد که چطور محبت او رو دریافت میکنم، چطور خدا رو پرستش میکنم، چطور با خدا آشنا میشم و چطور من میدونم خدا چقدر من رو دوست داره. و زمانی که با اون مکاشفه رسیدم، دریافت کردم محبت خدا چقدر با ارزش هستم، چقدر خدا منو دوست داره، و تو این محبت لذت ببرم و میگم خدا چقدر عالی، چه استعدادهای عالی به من دادی، همه چی از توست. پدر مادرم منو فقط مادرم منو زایمان میگن زایمان کرده، فقط از تو هستم، تو یه فکری از تو هستم، تو منو عالی کردی و به این خاطر خیلی راحت تر میتونم شما رو هم دوست داشته باشم. حسودی هم نمیشه، نمیگم که چرا او داره چه من اینو ندارم، چرا اون موفق من موفق نیستم، چرا این شروع میکنیم به چیز کردن. این همه نشانه های کمبودهای ماست، خلاهای ماست، هنوز خودمون رو دوست نداریم. و اکثریت این شبانی هم که میکنم توی کلیسا میبینم 80% 90% این مشکل رو دارن، خودشون رو نمیپذیرن، هر دفعه میخوان یه کسی دیگه باشن. کاش که من مثل اون بودم. یعنی از اون یک شخصی بوتی میسازه برای خودت. هم خدا رو بیشتر خاطر چیزایی دوست داره، همه اینو بود مفتی دوست داره. خب اگر اینطوری سالم باشی، اینطوری این محبت ها رو چشیده باشی و خودت از تو لذت میبری، میگم که در راستی دیگه خیلی راحت تر هم میتونی دیگران رو بپذیری، میتونی دیگران رو مثال میگم من اشتباه میکنم، خرابکاری میکنن، رحم کنی، گذشت کنی، خیلی چیزایی هست که عوض میشه. و هم میگم که تمام کمبودهایی که ما در ما هست، چون ما وصل نشدیم به این محبت خدا، از اونجا وصل نشدیم، به این خاطر این چیز رو نشون میدیم، این انعکاس ناراحتی و نمیدونم غیبت و نمیدونم حسادت و هر چیزایی که در انسان وجود داره. همین چیزی که گفتم از درون انسان، یادتون هست که اینو خوندم، از درون انسان، از درون انسان صادر می شود خیالات بد و زنا و فسفس و قتل و دزدی و طمع و تمام این چیزا از درون انسان. تو زمانی که این الان درون انسان عوض بشه، این قلب عوض بشه، یا دیگه اون موقع هست که از درون انسان آرامش، صلح، بخشش، حلم، تواضع، مهربانی، شادی، تمام این چیزا شروع میکنه به بیرون آمدن. یا امیدوارستم به زودی بیشتر و بیشتر خدا این چهره خودش رو به همه شما عزیزان نشون بده. گود، الان وارد میخواییم یک بخشی بشیم که ببینیم که چه چیزی باعث شد که اصلا کلن ما از نقشه خدا اینجاست، نقشه خدا بیرون بیاییم. الان صعود انسان در پیدایش باب 2 آیه 16 و 17 دوباره این قسمت رو میخونیم. مال چیه؟ 38 تا چارت 38. و اینجا میگه که از میوه های درختان باغ میخوری، لیکن از میوه درختی که در وسط باغ است خدا گفته از آن نخورید و آن را لمس
مکنید، مبادا بمیرید. این چیزی بود که به هر حال خدا گفته و همینطور هم شیطان هم این اشاره رو کرده که آیا واقعا خدا گفته. خب این شک الان در انسان به وجود آمد، در هوا به وجود آمد. در پیدایش باب 3 آیه 6 الان جا ببینید که چطور الان شیطان هوا رو فریب داد و همینطور هم این شک به وجود آمد و اونجا خورد و ما انسان ما میگیم که گناهکار شد یا میتونیم بگیم که از نقشه خدا بیرون آمد. میگه چون زن دید که آن درخت برای خوراک نیکوست و به نظر خوشنما و درختی دلپذیر دانش افراز، پس از میوهش گرفت بخورد و به شوهر خود نیز داد و او خورد. این بلا، یعنی بلای انسان از اونجا شروع شد. دوباره میخوام بگم آدم و حوا ایستاده بودن و همینطور هم خدا گفته که از این درخت نخورین، خواهی مرد. و شیطان آمد گفته هر آینی نخواهی خود مثل خدا میشین. پس حوا به چه چیزی نگاه کرد؟ نه به کلام خدا نگاه کرد، نه به چیزی که خدا گفته بود، بلکه شروع کرد با چشماش گفته که بزن دید که آن درخت برای خوراک نیکوست، یعنی برای بدنش. خوراک یعنی برای برال بدنه، یعنی انسان از سه قسمت ما خلق شدیم. ما یک بدنی داریم، انسان بدن داره، نفس داره. نفس چیه؟ نفس احساس، عقل و اراده است. ما شبیه خدا خلق شدیم، نفس داریم و همینطور هم روح داریم. روح به هر حال در آدم این حیات رو به وجود میاره. خداوند، خدا این روح حیات رو دمید و حیات یه نفس زنده شد. الان پس ما از سه تا قسمت هایی خلق شدیم. روح هست که در ما هست، نفس ماست که خنده ماست، عقل ماست، فکر ماست و همینطور هم تصمیم هایی که میگیریم از نفستون میگیریم و همینطور هم بدن. پس از سه تا قسمت هایی هست که انسان خلق شده. و نه قبلیش رو قبلیش بود. پس اینجا میبینیم که درخت خوراک نیکوست، یعنی مربوط به بدنه، یا نظر خوشنماست و اینجا میبینیم که خوشنماست برای خوراک نیکوست، شهوت جسمه، به نظر خوشنما هست، شهوت چشم جانه و دلپذیر و دانش افروز هست، غرور زندگی زندگانی روح. یا پس سه تا قسمت هایی بود که زمانی که حوا نگاه کرد به این درخت گفته چرا نباید از این درخت بخورم؟ به نظر من خیلی عالیه، به من حکمت میبخشه، به من دانش میبخشه. یا و همینطور هم به هر حال یعنی این دانش افروز هست. و همینطور هم قسمت سوم، همینطور به قسمت چیز، به نظر خوشنما هست، شهوت جسم، چشم جانه. یعنی از هر سه تا قسمت حوا گفته برای من خوبه. چرا؟ پس خدا اجازه نداده از این درخت بخورم. یعنی به خودش نگاه کرد، به نیازهای خودش نگاه کرد، نه به خدا، چیزی که خدا اونجا گفته بود. و اینجا میبینیم که همینطور در عهد جدید، در رساله اول یوحنا باب 2 آیه 15 تا 17 اینم دوباره اینجا اشاره کرده یوحنا که شاگرد عیسی مسیح بود. اینجا نوشته زیرا که آنچه در دنیاست، الان دنیایی که نگاه میکنیم که انسان، بشریت روی این را زندگی میکنن، شهوت جسم، خواهش چشم و غرور زندگانی از پدر نیست بلکه از جهان هست. یعنی یه چیزی که شیطان میخواست منتقل کنه
به آدم و حوا اینه که به خودشون نگاه کنن، به نیاز خودشون نگاه کنن و اینو وردارن بخورن. یعنی اونجا بخورن فقط خوراک نبود اینطوری، میگم که یک سمبولی هست که اونجا صحبت کنه، یعنی درختی وجود داشت و این درخت رو از این میوه هم برداشت، یا فقط سمبولن تصمیم گرفت به شیطان گوش کنه و از خدا نااطاعتی کنه، یا بتونم بگم که ایمان نداشت که این چیزی که خدا گفته واقعیته. پس زمانی که از این درخت برداشت و خورد، اینجا میبینیم که نتیجه گناه چی بود. زمانی که خدا گفته که از این درخت بخوری خواهید مرد، میگه که در پیدایش بابی 3 آیه 7 نه اینجا یا آنکه چشمان هر دو ایشان باز شد، نمونی که از این درختی خورد، آیه 7:9 آنگاه چشمان هر دو ایشان باز شد و فهمیدند که چی هستند؟ عریانند. پس برگ‌های انجیر به هم دوخته سترا برای خیشتن ساختن. ست چی میگن؟ سترا؟ چی؟ ست. یا ستر برای خیشتن ساختن. و آواز خدا را شنیدن که در هنگام وزیدن نسیم نهار در باغ می خرامید و آدم و زنش خیشتن را از حضور خداوند خود در میان درختان باغ پنهان کردن. امیدوارم درست خونده باشم. پس چه اتفاقی افتاد؟ زمانی که هوا از این میوه ورداشت، گفته که به نظرم خوشنماست و دانش افروز و همینطورم به جان من خوبه، به این خاطر ورداشت، یهو بلا فاصله زمانی که اینو خوردن چه اتفاقی افتاد؟ متوجه شدن که عریان هستن. قبل از اینم عریان بودن، فقط یهو متوجه شدن عریان هستن، لخت لخت. بعد از این صدای خدا رو شنیدن و چه کاری کردن؟ میگه که خدا بود که در این باغ همینطور راه میرفت و گفت و صدای خدا رو شنیدن، بعد از این زود خودش رو پنهان کردن. پس مثل اینکه یه اتفاقی افتاد، اول عریانی بود، دوم اینش اینه که صدای خدا، یعنی قبل از این با خدا راه میرفتن هیچ مشکلی نبود، دوستایی بودن، مثل اینکه دوستی بودن که با هم رابطه داشتن، یهو صدای خدا رو شنیدن، خودشون قایم کردن. این عریان شدن از زان منظور فقط عریانی جسم نیست، بلکه میخوام اینطوری توضیح بدم که درست متوجه بشین. قبل از این به هر حال با خدا یک ملاقاتی داشتم و زمانی که این گناه به وجود آمد، از خدا، از جلال خدا، از این چیزی که ایشان رو پوشیده بود بیرون آمدن. تقریبا مثل این که اینطوری بگم که متوجه بشین، قبل از این توی یک هدفی، توی یک نقشه‌ای قرار گرفته بودن که با خدا بتونن یک روز به کاملیت برسن، جزء خانواده بشن. و یهو زمانی که بیرون آمدن، مثل اینکه تمام این چیزایی که خدا درونش گذاشته بود، این هدف، این نقشه، از اون دور شدن، یهو خودش رو احساس کردن مثل اینکه به درد نخوردنی هستم و این شر به وجود آورد. تقریبا مثال میگم، یک ماشینی وارده، یک مثال تقریبا که حداقل بتونین متوجه بشین، مثل یک ماشینی هست که یک موتوری داره. الان هر ماشین، ما بگیم که ماشین رولز رویس هم باشه، یعنی بهترین زیباترین ماشین رو بردارین، زمانی که یهو این موتور برداشته بشه، این ماشین بده چه دردی میخوره؟ هیچ کاری نمیتونی انجام بدی، لاستیکاش هم همه چی عالیه، تا
چون موتور نداره دیگه اونجا مثل این که این ماشین به درد نمیخوره. و انسان در همون لحظه که زمانی که این چیز رو خدا نقشه خدا بیرون شد، یهو متوجه شد هیچ چیزی هست بدون خدا، خالی خالیه. یا شاید میتونم بگم این یه خلایی که باید اینجا محبت خدا قرار میگرفت بیرون آمدن، یه خلایی به وجود آمد، به این خاطر بلا فاصله خودشون شروع کردن پوشیدن از این درخت های عجیز، این برگ های عجیز ورداشتن، خودشون رو میخواستن بپوشونن. که در حال حاضرم در دنیا میبینیم که چقدر انسان که پر از خلا هست، پر از کمبودی هست، ما سعی میکنیم خودمون رو بپوشونیم. درسته؟ ما میخوام دعای من خودمون رو طوری دیگه نشون بدیم، چیزی که نیستیم. از اون موقع از این باغ عدن اتفاق افتاد، از نقشه خدا، از هویت خدا بیرون آمد و اون موقع اوریانی رو درک کرد. اوریانی هم به هر حال یه چیزی هست که نشون میده که من شاید مثلا میگم به درد نمیخورم، هیچ چیزی ندارم، و مخصوصا اینکه کلا میتونم بگم از نقشه خدا بیرون میاییم، یه چیزی میشیم که نبایستی میشدیم. و اونجا به هر حال ترس به وجود میاد. اولین ترسی که به وجود آمد همون توی باغ عدن بود که میبینیم که چطور از آیه 8 تا 13 میتونیم، یه کسی میتونه بلند بخونه که سترها برای خویشتن ساختند و آواز خداوند خدا را شنیدند که در هنگام وزیدن نسیم نهار در باغ میخرامید و آدم و زنش خویشتن را از حضور خداوند خدا در میان درختان باغ پنهان کرد. و ادامش احسان و خداوند خدا آدم را ندا در داد و گفت کجا هستی؟ گفت چون آوازت را در باغ شنیدم ترسان گشتم زیرا که عریانم، پس خود را پنهان کردم. گفت که تو را آگاهانی که عریانی، آیا از آن در که تو را آگاهانی که عریانی، آیا از آن درختی که تو را قدغن کردم که از آن نخوری خوردی؟ یا گود اوکی. پس اینجا میبینید که این اتفاقی است که زمانی که خدا میگه آدم تو کجا هستی، گفته که من خودم رو قایم کردم، عریانم. گفته چرا عریانی؟ پس از این چیز، از این فرمانی که به تو گفتم ناطاعتی کردی، یا از این درخت خوردی که من به تو گفتم که نخوری. پس این نتیجه این گناه رو میبینی، یا نتیجه این ترسی که میبینی که زمانی که خدا به هر حال به آدم گفت، آدم اینو شکوند، اتوماتیک دیگه این احساس گناه به وجود آمد، نافرمانی. همینطور بعضی وقت هست که بچه همون نگاه میکنه، مثلا بچه ها زمانی که مثلا یه چیزایی بهش میگی، مثلا این کار رو نکن و کارشو انجام میدن، یا بعد از این نگاه میکنی با بچه ها نگاه میکنی و خود بچه خیلی خوب میدونه که پدرش هنوز نمیدونه، فقط احساس چی میکنه، احساس اینکه نافرمانی کرد، من این کاری کردم که پدرم اجازه نداد به من این کار رو انجام بدم. این تو وجدان اینجا به هر حال این بچه هم همینطور این احساس رو دارن و نمیتونن دیگه به چشمای پدرشون یا مادرشون نگاه کنن. نه؟ تجربه رو کردیم نه؟ میترسن نگاه کنن. یعنی در زندگی من هم اینطوری بود. و الان آدم گفت، اولین اشاره‌ای که الان آدم میکنه زمانی که گناه شد، الان نگاه کنید که الان گناه وارد انسان شد چه جوابی داد به خدا. این زنی که چی؟ قرین من ساختی، وی از میوه درخت به من داد و که من خوردم. تقصیر رو به کی میندازه؟ نه، به خدا.
خدا تو این زن رو به من دادی، مقصر تو هستی، دیگه گناه شروع شد. یا اگه تو این زن رو نمیدادی من این کار نمی کردم. فقط مشکل خدا تو هستی. درخت بعد از این، پس خداوند خدا به زن گفت این چه کاری هست که کردی؟ زن گفت مار مرو اغوا نموده که خوردم. اگه یادتون باشه هفته گذشته در مورد سمبولا صحبت کردم، یادتون هست آدم سمبول کی بود؟ خدا بود. هوا سمبول کی بود؟ آدم. به این خاطر الان زمانی که شیطان میاد به هوا نزدیک میشه، به هوا میگه که چیز توی وسوسه میندازه که آدم سمبول انسانه، یعنی انسان رو فریب میده. یا و بلافاصله بعد از این میبینیم که چطور چیز آدم برحال تقصیر رو میندازه روی خدا و هوا فقط میگه که درسته این شیطان بود که مار مرو فریب داد و من از اون خوردم. از اون موقع این شکاف بین خدا و انسان به وجود آمد و اینجا میبینیم مشکل انسان گناهه یا نافرمانیه، اونجا حیات جاودانی هست، اینم کلا نقشه خداست. و پیدایش باب سه آیه چیز سپا آن ها خدا رو سرزنش و متهم کرده، از خدا و نقشه او دور و جدا شدن. یا خدا یه نقشه برای انسان داشت، الان جدا شده به خاطر گناه. یه شکافی به وجود آمد، همینطوری که خود زمانی که گفته که خدا که اگر از این درخت بخوری خواهی مرد، مرد مرگ یعنی جدایی از خدا و از نقشه خدا. فقط اونجا خدا رو شکر نقشه خودش رو چیز نکرد، نگذاشت کنار، بلکه اونجا یک وعده میده و یک وعده مهمی میده که مربوط به همونطور هم عیسی مسیح است. اینجا میگه که در پیدایش باب 3 آیه 15 میتونید دوباره بلند بخونید. و عداوت در میان تو و زن و در میان ذریت تو و ذریت وی میگذارم. او سر تو را خواهد کوبید و تو پاشنه وی را خواهی. گرچه خدا از دنیا فاصله گرفت، اما از نقشه و هدف خود صرف نظر نکرد، بلکه از قبل همه محاسبات خود را در پیش بردن منظورش پیش بینی کرده. آمین. اینجا قسمت اول این که چون این که به شیطان گفته که چون این که را کردی معلوم تر خواهی شد از جمیع بهایم، به شکمت راه خواهی رفت و تمام عمر خاک خواهی خورد. و بعد از اینجا ادامه میده و میگه که و عداوتی یعنی بین ذریت تو و ذریت این زن یک چی میندازم میارم؟ دشمنی میارم. یعنی یک کسی از همون زنی که سمبولش آدم بود، نه؟ یک کسی که از این زن، یک کسی از زن خواهد آمد شیطان و سر تو رو خواهد کوبید. یعنی یک چیزی اتفاق خواهد افتاد، همینطور که به انسان فریب دادی، از طریق او یک کسی خواهد آمد و ذریت من او سر تو رو خواهد کوبید، یعنی تو رو از بین خواهد برد شیطان. بعد میگه که و همینطورم تو پاشنه وی را خواهید کوبید. یعنی اتفاق یه جنگی به وجود میاد، از طرف یک زن یک کسی خواهد آمد شیطان، من به هدف خودم خواهم رسید، من یک خانواده خواهم داشت که شبیه خودم خواهم بود ساخت و همینطورم یک روزم با من بتونن سلطنت کنم و تمام هستی رو به ایشان به ارث ببرم. این فکر من، نقشه من بود برای انسان. فقط شیطان چون این فریب دادی به این خاطر یک روز یک کسی خواهد آمد و سر تو رو خواهد کوبید. و اینجا در مورد کی صحبت میکنه؟ از طرف انسان کی خواهد آمد که سر شیطان رو خواهد کوبید؟ اینجا در مورد عیسی مسیح پیشگویی میکنه که یک کسی خواهد آمد. پس میبینیم که الان این اصلا کلن این صحنه رو نگاه میکنه، اینجا بوی مذهب نمیده بلکه بوی یه جنگی میده که خدا میاد و با شیطان باید بجنگه. شیطان رو در این قسمت
عنوان انسان، نه خود خدا بیاد، بلکه خدا باید انسان بشه و انسان باید با شیطان بجنگه که بتونه ما رو دوباره برگردونه به نقشه خدا. میدونی تفاوتش اینه که الان زمانی که خدا رو نگاه میکنیم، خدا مستقیم با شیطان می جنگید، او رو مینداز توی جهنم، ناعدالتی بود. فقط چون شیطان به انسان گول زده، پس انسان باید شیطان رو از بین ببره. متوجه هستی؟ چون انسان گناهکار، هیچ کاری نمیتونه، پس به این خاطر از طریق یک زن که اونجا خود عیسی مسیح، خود خداست که آسمون رو ترک میکنه، پسر خداست که میاد، از طریق هوا به دنیا میاد، انسان یعنی شیطان باید روبروی انسان بشه. و اینجا نگاه میکنیم و خواهیم هم دید چطور عیسی مسیح روی صلیب اونجا این سر شیطان رو اونجا کوبید که ما رو دوباره برگردونه به نقشه خودش. به این خاطر میگه که دشمنی میندازم بین تو شیطان، بین انسان. فقط یک کسی خواهد آمد و سر تو رو خواهد کوبید. پس خدا از نقشه خودش چیز نکرد، کنار نکشید، بلکه میبینیم توی همون جلسه حقچونی که ما اینجا شرکت میکنیم چطور خدا همه کارا رو انجام میده، تمام نقشه های، تمام داستانی که توی عتیق نوشته، تمام داستانهایی هست که مربوط به عیسی مسیح، مربوط به یه منجی هست، یه نجات دهنده هست، تمام داستانی که در عتیق در مورد اسرائیل نوشته که خدا باید یک وسیله، یک میتونم بگم یک رحمی باید آماده کنه و پیشگوهایی شده که یک روز این عیسی مسیح به دنیا میاد. زمانی که عیسی مسیح در عهد جدید میبینید در بیت لحم به دنیا آمد، یا اون نجات دهنده یاش یشوا یعنی نجات دهنده به وجود آمد، این وعده‌ای که خداوند به شیطان داده بود، یک کسی از طریق زن خواهد آمد، اون به دنیا آمد. یا و اینجا تو این جلسه حقشون هم خواهیم دید که چطور خدا به وسیله همینطور عیسی مسیح پسر خدا، درونش روحاً خدا بود، فقط از طریق جسد انسان بود، رفت و اونجا شیطان رو سرش رو کوبید. فقط همینطور میگه که شیطان میگه که و او پاشنه او رو خواهید کوبید، یعنی دردی آمد، عیسی مسیح رنج و درد رو کشید، بعد شیطان رو نابود کرد که ما رو دوباره چی کار کنه؟ برگردونه به نقشه اول خدا خودش. پس میبینی که تمام نقشه ای هست و همینطور که گفتم هدف شیطان هم از اون موقع، زمانی که این اتفاقی افتاد، در همون موقع که چون خدا گفته بود از طریق یک زن، یعنی از طریق یک انسان، یک کسی خواهد آمد. الان اگه عهد عتیق رو بخواییم بخونیم یا دوست دارین، من پیشنهاد میکنم که عهد عتیق رو بخونین، چون داستان خداست با قوم خودش، وعده های خودش و همینطور هم آماده کردن عیسی مسیح. و اینجا میبینیم که چطور خدا از طریق موسی الان تمام شریعت رو میده. بعد از اینم از طریق ابراهیم بود که قوم خودش رو، اسرائیل رو چیز کرده. اسرائیل یعنی عیسی مسیح که نگاه میکنیم به دنیا آمد، خودش یهودی بود. پس خدا باید همه زمینه رو آماده کنه، دنیا رو آماده کنه که پسرش بیاد در این دنیا، نه یک مذهبی درست کنه، نه یک دینی درست کنه، بلکه بیاد اینجا ما رو کفاره گناه ما بشه و همینطور هم این جدایی که بین خدا و انسان به وجود آمده دوباره وصل کنه. اینم فقط به خاطر و به وسیله آمرزش گناه. آمین. پس اینجا نگاه میکنی میبینی که آمدن عیسی مسیح اینه که ما رو نه فقط گناه ما رو ببخشه، فقط به وسیله گناه های بخشیدن گناهان ما رو دوباره به نقشه خدا یک کنه که ما انسان بتونه به اون کاملیت برسه، به نقشه خدا برسه. آمین. این کلن
الان متوجه شدیم که سقوط انسان بود و از اون موقع به وسیله همون گناهی که اتفاق افتاد، بزد شیطان که دروغگو، پدر دروغگوست، خودمحوری در انسان منتقل شد. انسان گناهکار شد، خودمحور شد. انسان دیگه خودش افسار زندگیش رو در دستش گرفته و زندگی میکنه. علی این دنیا رو که نگاه میکنین، هر چقدر خدا ما رو، همه ما رو دوست داره، عاشقانه خلق کرده، فقط انسان حکومت میکنه. این تمام دردها، تمام این جنگها، تمام این حتی جنگی هست که در خانواده شروع میشه، توی جامعه شروع میشه، بعد از توی شهر، توی اصلا کلا دنیا، کشور به کشور، این همه چیه؟ خودمحوری انسانه. همه در مورد محبت صحبت میکنن، ما باید دوست داشته باشیم، کردار نیک، رفتار نیک، این همه چی رو میکنیم، فقط قلب ما چیه؟ قلب ما خودخواهه و توی خودخواهی خدا نیست. هر یکی به حق خودشه. من درست میگم، معرفت نیک و بد دیگه، درخت معرفت نیک، من تصمیم میگیرم این خوبه این بد یا بده، من تصمیم میگیرم قبولت داشته باشم یا قبولت نه، من تصمیم میگیرم تو رو رد کنم یا دوست داشته باشم. چرا؟ از این میوه درخت معرفت نیک و بد انسان خوده. فلحقی میتونم بگم که ما نسل کی هستیم؟ هر کسی که در این دنیا به دنیا آمد، نسل آدم و حوا هستیم. بزد شیطان در ما قرار گرفته، ما شیطانی نشدیم، فقط شخصیت شیطان، ماهیت شیطان در نفس ما قرار گرفته. ما انسان روحانی نیست بلکه نفسانیه. حس میکنم، من تصمیم میگیرم، من فکر میکنم، ما اینطوری زندگی میکنیم. چون همه ما برای محبت هم خلق شدیم و همه هم ما دنبال محبت هستیم، فقط توی قلب ما هیچ محبتی نیست. محبت انسانیه، محبت خودخواهانه هم هست. به این خاطر این خلأ باعث شده که این دنیا از هم دیگه پاشیده شده. جنگ بین، حتی میگم زن و شوهر، اونجا کوچکترین جمعی هست که زن و شوهر نمیتونن درست با هم زندگی کنن. زن جایگاه خودش نداره، مرد جایگاه خودش نداره. هر یکی سعی میکنن طوری روبروش رو عوض کنن که زندگی خوبی داشته باشن. نه؟ همه چی خودخواهانه است دیگه. من ازدواج نمیکنم که زنم رو خوشبخت کنم. من ازدواج میکنم که زن رو استفاده میکنم که خودم خوشبخت باشم. یا برعکس، یه زنی میگه که شوهر رو که دوست دارم، فقط از اون میخوام استفاده کنم من زندگی خوشبختی داشته باشم. نه؟ خدا به دادمون برسه. یا فقط نمیخوام بگم الان هم، فقط کلن اینطوری میخوام بگم که همه ما از این محبت سوء استفاده میکنیم برای خودمون. مهم چون ما هستیم، مرکز من هستم، من میخوام خوشبخت باشم. چون خلایی هست باید از یه جای دیگه بردارم. هفته آینده در مورد صحبت میکنم که خودم رو ارضا کنم. یا این بدبختی انسانه. فقط خدا رو شکر برای عیسی مسیح که بیشتر آشنا خواهیم شد چطور عیسی مسیح میتونه ما رو از همه این خلاهایی که در ما به وجود اومده، گمراهی، سردرگمی، بیرون بیاد به نقشه خودش. من میخوام درست متوجه بشیم مسیحیت یعنی رسیدن به نقشه خدا، راه رفتن با خدا، زیست کردن با خدا، دریافت کردن از خدا و همینطور هم بخشیدن به دیگران که هیچ مذهب و دین نمیتونه این کار رو انجام بده. گود عزیزان، برای امروز فکر میکنم کافی باشه. سوالی هست؟ یک سوالی بود که یک دوستی کرده، گفته که چطور میتونم خدا رو احساس کنم؟ یا چطور خدا لمس میکنه؟ خدا من شما رو لمس میکنه یعنی چی؟ خدا من رو لمس میکنه و میگه که من درک نمیکنم. اینطوری بگم، معمولا ببخشید،
معمولا اینطوریه که به وسیله روح خداست که خدا میتونه ما رو لمس کنه. لمس کردن هم الان اینطوری فقط اینطوری نیست که میگم که بیاد اینجا مثلا نوازش کنه یا بلکه بعضی وقت هست مخصوصا به وسیله روح القدس کسانی که خدا رو نمیشناسن خدا میتونه به هر حال یک آرامشی میاره، یک فضایی ما رو میبره که اونجا به هر حال ما رو لمس کردنش یعنی احساس یه جوری آرامشی بکنیم، یک امیدی میاد. یا فقط زمانی که در مورد لمس کردن صحبت میکنم بیشتر زمانی که ما ایمان میاریم به عیسی مسیح و روح خدا در ما قرار میگیره اونجاست که بیشتر لمس خدا رو نه از طریق فیزیکی لمس میکنیم بلکه از طریق روحی که واقعا احساس میکنیم یا درک میکنیم این محبت رو، این آرامش رو دریافت میکنیم. فقط معمولا اینجا کسانی که هنوز با عیسی مسیح این آشنایی رو ندارن ما مخصوصا دعا میکنیم که روح خدا بیاد احاطه کنه، بیاد اونجا به هر حال یک آرامشی ببخشیم. مثال میگم الان مثلا افرادی هستن که میان کلیسا باید یک جایی هست که الان ما عبادت میکنیم، پرستش میکنیم. الان افرادی هستن که شهادتهای خودشون که آمدن توی کلیسا و هر دفعه میام توی کلیسا یک آرامشی هست، یه چیزی هست که دریافت میکنیم. حالا میتونین اسمشو لمس بذارین، فقط یه چیزی هست که میگه که هر موقع که میام اینجا هیچ چیزم نمیفهمم، باعثم اونجا صحبت میکنه، فقط یه جوری به آرامش برمیگردم خونه. این نشانه هایی هستن که خدا میخواد اینجا بگه که ببین من هستم، من واقعیت هستم، بطلب، جستجو کن. تقریبا مثل یه چیزی هست که روح خدا میخواد ما رو کنجکاو کنه. یا این تجربه رو کردین؟ یا به این خاطر زمانی که میگن که هر دفعه میام کلیسا یک آرامشی هست، انرژی مثبت، و بعد از این میرم بعد میگن که بعد توی هفته من صد چیز میکنم، آرزو میکنم که میشه یک شنبه باشه دوباره بیام. میگم که این لمس های هست که خدا میخواد به ما نشون بده ببین من هستم، من واقعیت هستم، بطلب. یا فقط ما میتونیم هر دفعه بیام اینجا توی کلیسا بشینیم میگه آخ خیلی خیلی عالی و خیلی خوبه، بعد این برمیگردیم، اتفاقی نمیفته. یا خدا میخواد قلبای ما رو عوض کنه، فقط این باعث میش میتونه باشه که بگه که واقعا خدا زنده هست. یک برادری بود که سالها پیش که گفته که خودش چیز آتئیست بود و شهادت میداد، گفته که یک بار بود که اولین بارم بود که آمد، گفته که من همین آمدم کلیسا، وارد کلیسا شدم، الان واقعا موهای تنم سیخ میشه. دیگه رفتم تو گفتم خدا وجود داره، خدا زنده هست. یه آتئیست که میگه خدا اصلا وجود نداره ها، چون وارد یه فضایی شد که خدا بود و از اون موقع برحال ایمان آورد به عیسی مسیح، یعنی آمد جلسه ها شرکت کرد، ایمان آورد و یک خادم خداست، یک آتئیست. پس خدا الان هم اینجا، مطمئن هستم اینجا هم که هستیم و مطمئنم هستم الان هر جایی هم هستیم، مخصوصا برای شما هم دعا میکنیم الان اونجا هم که نشستین توی خونه های خودتون، کلبه های خودتون، نمیدونم بیرون هم نشستین، هر جایی که هستی مخصوصا دعا میکنیم که روح خدا بیاد شما رو احاطه کنه، واقعا حداقل یک راحتی، یک آرامش احساس کنین که واقعا بدونین که عیسی شما رو خوانده، واقعا کنجکاو بشین، بیشتر بطلبین. امیدوارم جواب شما رو، سوال شما رو جواب داده باشه. و یا سوالی دیگه؟ گود. هفته آینده هم به هر حال بیشتر قسمت این قسمت چیز صحبت میکنیم که چه اتفاقی افتاد، هدف شیطان چیه و شیطان چطور میخواد ما رو کور و کر نگه داره که هیچ موقع دنبال حقیقت نباشیم و چطور خدا اونجا برای ما می جنگه، برای تک تک ما می جنگه که ما رو از این فضا بیرون بیاره.